کیفیتش سوال کردن خب کیفیتش یعنی تعداد رکات نماز شب و مرخم که شما و بینندگان عزیز ما در جریان هستن خب یازده رکت است کلگیش که از این یازده رکت ما بارها در برنامه خدمت برخی از بینندگانی که این سوالات از ما پرسان کردن ما خب توضیحاتی را دادیم که از این یازده رکعت هشت رکتش به نیت نماز شب خوانده میشه که چهار دانه رکعتی یعنی معمولا نمازهای مستحبی درکتی و درکتی خوانده میشه یعنی ما چهار دانه درکتی که میشه هشت رکت درکت درکت, درکت 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 که میشه هشت رکت نماز شب دو درکت دیگه که او درکت دیگه را میگن نماز شفع شفع به تعبیر یعنی جفت در مقابل چی؟ تاق در مقابل یک خب این مثل نماز صبح خوانده میشه البته از نظر حضرت آیت الله سیستانی این نماز به اصطلاح قنوت درش وارد نشده امه. یعنی وارد نشده به اصطلاح که دقیق قنوت بخونیم بدون قنوت خوانده میشه دو رکعت نماز این میشه ده و یک رکعت دیگه هم که همون رقم که شما مستحضر هستین نماز وتر یا نماز وتر است که همون وتر یا وتر به معنای تاق. تاق. در مقابل شف که چی بود جفت بود او یک رکت است او نماز دمو یک رکتی خودش باز دعای قنوت درش وارد شده که دعای قنوت انسان میگن که مستحب چهل مؤمن دعا کنه و خدمت از کنم که 300 مرتبه العف بگه، بده هفتاد مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الهی و هفت مرتبه او دعایی که میگه هازا مقام العائذ بکه من النار هفت مرتبه ای رو بخوانه و آنچه که از خدای تبارک و تعالی می خواهد در دل شب در نیمه شب مم. یا می خواهد دل تنگت بگو بگو هیچ ترتیبی و آدابی مجوی, مجوی. هر چه میخواهد دل تنگت بگوی و ما بارها به محضر بینندگان عرض کردیم که حتی حضرت آیت الله العظما سیستانی و بقیه مراجع دعای به فارسی را یا دعای به لغت مادری زبان مم. مادری که داریم در نماز چی میدونن؟ جائز میدانن در, بنا در نماز و در قنوت نماز مم. بنابراین وقتی که او دعا هارم انجام داد دیگه نتونست به عربی قرآنه، و که زبان قرآن زبان پیامبر گرام اسلام زبان اهل بیت نتونست به اونا تکلم کنه به فارسی هر چی دلش بخوای یا به هر مم. لغتی مم. که خودش راحت تر میتونه چی کنه؟ دعا کنه این کیفیت مم. نماز شب و باز بارها تکرار کردیم که از نظر حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظه الله تعالی وقت نماز شبم امین نماز شب که ما خواندیم نماز عشاء را به اصطلاح وقت شروع میشه وقت شروع میشه وقت شروع میشه بقیه مراحل تا طلوع فجر, بله، فجر است بقیه مراجع میگه از نصف شب شروع میشه حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمان که این از بعد از اینکه شما نماز مغرب عشاء را وقتش شروع میشه اگر چه فضیلتش کیه وقتی که به اصطلاح شو نسبه میشه و باز هرچی که به طلوع فجر یا اذان صبح نزدیکتر باشه و با سحر نزدیکتر باشه ثوابش چیه بیشتره